معرفی برندگان نوبل پزشکی و فیزیک در سال 2021. آکادمی نوبل سوئد برندگان جوایز نوبل فیزیک و پزشکی سال 2021 را معرفی کرد. در بخش فیزیک، سیوکورو موناپه، اقلیم شناس ژاپنی آمریکایی، کلاس هاسلمان، اقلیم شناس آلمانی و جورجیا پاریزی، فیزیکدان کوانتومی ایتالیایی به طور مشترک جایزه نوبل را از آن خود کردند. این دانشمندان به علت فعالیت در زمینهای مدل سازی فیزیکی اقلیم کره زمین و گرمایش جهانی و نابهنجاری ها و نوسانات در سامانه های پیچیده در مقیاس اتمی تا سیاره‌ای توانستند نوبل فیزیک را کسب کنند. نوبل پزشکی سال 2021 نیز به طور مشترک به دیوید جولیوس و آردن پاتاپوتیان اهدا شد. این دو دانشمند در پژوهش‌های خود چگونگی تحریک و فعالیت سلول‌های عصبی در مواجهه با گرما، سرما و لمس را توضیح داده بودند. هشدار درباره از بین رفتن صخره‌های مرجانی. مطالعه جدید در خصوص سلامت صخره‌های مرجانی نشان می‌دهد حدود 14% از مرجان‌های جهان طی کمتر از یک دهه گذشته از بین رفتند. بین سال‌های 2009 تا 2018 میلادی حدود 11700 کیلومتر مربع از صخره‌های مرجانی سراسر جهان ناپدید شدند. افزایش دمای سطحی آب و پایین آمدن کیفیت آن و همچنین توسعه‌های نامتناسب با محیط زیست در سواحل از مهمترین دلایل آسیب دیدن صخره‌های مرجانی هستند. این مطالعه که طی 40 سال توسط بیش از 300 دانشمند از 73 کشور انجام شده، جامع‌ترین بررسی در خصوص سلامت صخره‌های مرجانی محسوب می‌شود. صخره‌های مرجانی تنها 0.2% از بستر اقیانوس‌ها را شامل می‌شوند، اما آنها محل زندگی دست کم 1/4 گونه‌های دریایی هستند. احتمال کشف یک منظومه 3 ستاره‌ای منحصر به فرد. دانشمندان از به دست آوردن شواهد محکمی درباره وجود یک سیاره فراخورشیدی خبر دادند که به دور 3 ستاره گردش می کند. 3 ستاره حاضر در این منظومه توسط حلقه های گرد و غبار عریضی احاطه شدند که به احتمال زیاد یک سیاره فراخورشیدی را در خود جای داده است. سیاره‌ای که به دور هر 3 ستاره گردش می کند. در صورت تایید وجود این سیاره، این نخستین مشاهده از یک سیاره فراخورشیدی خواهد بود که به دور 3 ستاره گردش می کند. دریافته های مشابه پیشین، سیاره هایی که در منظومه های 3 ستاره‌ای قرار داشتند تنها به دور 1 یا نهایتاً 2 ستاره گردش می کردند. این منظومه در فاصله 1300 سال نوری از زمین قرار دارد. مشاهده ی جهش در انگل مالاریا. پژوهش های جدید که توسط محققان اتیوپی انجام شده نشان می‌دهد حدود 10% از مبتلایان مالاریا در این کشور شناسایی نمی‌شوند. محققان علت این اتفاق را به وجود آمدن جهش‌هایی در انگل پدید آورنده مالاریا عنوان کردند که به آن اجازه می‌دهد از روش‌های تشخیصی پنهان شود. اتفاقی که ممکن است خطر گسترش و افزایش مرگ‌های ناشی از مالاریا را در پی داشته باشد. این بیماری در سال 2019 میلادی مرگ 400 هزار نفر را رقم زد. اکثر قربانیان مالاریا در سال 2019 کودکان بودند. در حال حاضر در برخی مناطق آفریقا تعداد مرگ‌های ناشی از مالاریا و کرونا با یکدیگر برابری می‌کنند. درمان افسردگی با روشی جدید. دانشمندان آمریکایی توانستند یک زن مبتلا به افسردگی را با استفاده از روشی جدید درمان کنند. این روش درمانی باعث شده است که امیدها برای درمان افرادی که دچار بیماری‌های روانی شدید هستند و دارویی روی آنها کارساز نیست، افزایش پیدا کند. در این روش، یک تراشه کوچک در مغز بیمار کاشته می‌شود و فعالیت‌های عصبی مرتبط با افسردگی را زیر نظر می‌گیرد. علاوه بر آن، تراشه یاد شده با استفاده از پالس‌های الکترونیکی کوچک، تحریک فعالیت‌های عصبی مرتبط با افسردگی را به شکل خودکار متوقف می‌کند. در واقع این تراشه روزانه حدود 30 دقیقه پالس الکتریکی به مغز ارسال می کند تا فعالیت های مغزی مرتبط با افسردگی متوقف شود.